بسم الله الرحمن الرحيم. و بعد از او بر قومش هیچ لشکری از آسمان فرو نفرستادیم و ما فرو فرستنده نبودیم، بلکه کیفر آنها جز یک بانگ مرگ بار نبود، پس ناگاه همه خاموش شدند. ای افسوس بر این بندگان، هیچ پیامبری به سوی آنها نمی آمد مگر اینکه او را استهزا می کردند. آیا ندیدند که پیش از آنها چه بسیار نسلها را نابود کردیم که آنها هرگز به سوی ایشان باز نمی گردند و همه آنها برای حساب نزد ما جمع و احضار می شوند؟ و زمین مرده برایشان نشانه و عبرتی است که ما آن را زنده گردانیدیم و دانه ای که از آن می خورند بیرون آوردیم و در آن باغ‌هایی از نخل‌ها و انگورها قرار دادیم و در آن چشمه‌هایی جاری ساختیم تا از میوه آن بخورند، در حالی که دست آنان در تولید آنها هیچ دخالتی نداشته است. آیا سپاس نمی‌گویند منزه است کسی که همه جفت‌ها را آفرید، از آنچه زمین می‌رویاند و از جنس خودشان و از آنچه نمی دانند؟ و شب نیز برای آنها نشانه و عبرتی است. ما روز را از آن بر می کشیم، پس آنگاه همه در تاریکی فرو می روند و خورشید نیز که پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است. این تقدیر خداوند پیروزمند داناست و برای ماه منزلگاه هایی مقدر کرده ایم تا چون شاخی خشک و کهنه خرما بازگردد، نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی می گیرد و هر یک در مدار خود شناورند. نشانی دیگر برای آنان این است که فرزندانشان را بر کشتی پربار سوار کردیم و مرکب‌های دیگری همانند آن برای آنها آفریدیم که سوار می‌شوند، و اگر بخواهیم آنها را غرق می‌کنیم، پس آنها را هیچ فریاد رسی نباشد، نه آنها رهایی یابند، مگر اینکه رحمتی از سوی ما شامل حال آنها شود و تا زمان معینی از دنیا بهره بگیرند. و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه پیش روی شماست و از آنچه پشت سر شماست بترسید، شاید مورد رحمت قرار گیرید، اعراض می کنند و هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنها نیاید مگر آنان از آن روی بگردانند. و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا به شما روزی داده است انفاق کنید، کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند می گویند آیا ما کسی را طعام بدهیم که اگر خداوند می خواست خود به او طعام می داد و شما جز در گمراهی آشکار نیستید؟ و می گویند اگر راست می گویید این وعده عذاب کی خواهد بود؟ آنها جز انتظار یک بانگ مرگ بار نمی کشند که آنها را فرو گیرد، در حالی که سرگرم جدال و دشمنی هستند. پس در آن وقت نمی توانند وصیتی کنند و نه به سوی خانواده خود بازگردند. و چون بار دیگر در سور دمیده شود، پس ناگهان آنها از قبرها بیرون آیند، شتابان به سوی پروردگارشان می روند، گویند وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاه من برانگیخت؟ به آنها گفته شود این همان است که خداوند رحمان وعده داده بود و پیامبران خدا راست گفتند. آن جز یک بانگ مرگبار نخواهد بود، پس ناگهان همه نزد ما جمع و احضار می شوند. پس امروز به هیچ کس ذره‌ای ستم نخواهد شد و جز به آنچه عمل می کردید جزا داده نمی شوید. بیگمان اهل بهشت امروز در کاری لذت بخش مشغولند و شادمان هستند
آنها و همسرانشان در سایه هایی بر تخت ها تکیه زده اند. برای آنها در آن بهشت انواع میوه است و هرچی که بخواهند برایشان فراهم است. به آنها گفته می شود سلام بر شما باد. این سخنی است از جانب پروردگار مهربان. ای گناهکاران امروز از نیکان جدا شوید. ای فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید که او برای شما دشمن آشکار است و اینکه مرا بپرستید این راه مستقیم است؟ و به راستی او گروه زیادی از شما را گمراه ساخت، آیا اندیشه نکردید؟ این همان جهنمی است که به شما وعده داده می شد. امروز به سزای کفری که ورزیده اید به آن درایید. امروز بردهانهایشان مهر می نهیم و دستهایشان با ما سخن می گویند و پاهایشان به آنچه می کردند گواهی می دهند. و اگر بخواهیم چشمانشان را محو و نابود می کنیم، پس شتابان آهنگ راه می کنند، اما چگونه می توانند ببینند؟ و اگر بخواهیم آنها را در جایگاهشان مسخ و میخکوب می کنیم، پس نتوانند که به پیش قدم بردارند و نه به عقب بازگردند. و هر کس را طول عمر دهیم در آفرینش دگرگونش کنیم و به حالت ناتوانی کودکی برمی گردانیم، آیا اندیشه نمی کنند؟ ما هرگز شعر به او نیاموخته ایم و شایسته او نیست. این کتاب چیزی جز اندرز و قرآنی روشنگر نیست تا هر کس را که زنده دل باشد بیم دهد و سخن حق بر کافران ثابت شود. آیا ندیدند که ما برای آنها از آنچه ساختی دست های ماست چهار پایانی را آفریده ایم؟ پس آنان مالک آن هستند و آنها را برایشان رام کردیم، پس بر بعضی سوار می شوند و از گوشت بعضی می خورند و برای آنها بهره های دیگر و نوشیدنی ها در آن حیوانات است، آیا سپاس نمی گویند؟ و آنها غیر از خدا معبودانی برای خود برگزیدند به این امید شاید که یاری شوند. آنها قادر به یاری ایشان نیستند و آنان برای اینها لشکری احضار شده و آماده هستند. پس ای پیامبر سخن آنان تو را غمگین نسازد. بیگمان ما آنچه را که پنهان می دارند و آنچه را که آشکار می کنند می دانیم. آیا انسان ندیده است که ما او را از نطفه ای آفریده ایم؟ پس او ستیز جویی آشکار شده است و برای ما مثلی زد و آفرینش خود را فراموش کرد. گفت چه کسی این استخوان‌ها را دوباره زنده می کند در حالی که پوسیده است؟ بگو همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را پدید آورد و او به هر آفرینشی داناست. همان کسی که از درخت سبز برای شما آتش پدید آورد، پس آنگاه شما از آن آتش می افروزید. آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است نمی تواند همانند آنها را بیافریند؟ آری می تواند و او آفریننده داناست. جز این نیست که فرمان او چون چیزی را اراده کند، این است که به آن می گوید موجود شو، پس بیدرنگ موجود می شود. پس منزه است کسی که پادشاهی همه چیز در دست اوست و همه به سوی او بازگردانده می شوید. سوره صافات جزء 23. بسم الله الرحمن الرحیم. سوگند به فرشتگان صف کشیده. پس سوگند به فرشتگان بازدارنده و به تلاوت کنندگان ذکر که همانا معبود شما یکیست، پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست و پروردگار مشقها.
بیگمان ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان بیاراستیم و از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم تا به سخنان عالم بالا گوش فرا ندهند و از هر سو به وسیله شهاب زده و رانده می شوند. آنها به سختی عقب رانده می شوند و برای آنها عذاب دائمی است، مگر کسی که ناگهان چیزی را برباید، پس شهابی درخشان او را دنبال می کند. پس ای پیامبر، از آنها بپرس که آیا آفرینش آنها سخت تر است یا آفرینش آنچه ما آفریده ایم؟ ما آنها را از گل چسبنده ای آفریدیم، بلکه تو از انکار آنها در شگفت شدی و آنها مسخره می کنند و هنگامی که پند داده شوند پند نمی پذیرند و هنگامی که معجزه ای ببینند آن را مسخره می کنند و می گویند این جز جادویی آشکار نیست. آیا هنگامی که مردیم و به خاک و استخوان‌های پوسیده مبدل شدیم دوباره برانگیخته خواهیم شد؟ آیا نیاکان نخستین ما نیز برانگیخته می شوند؟ بگو آری، و شما خار و زبون زنده می شوید. پس آن تنها یک بانگ سهمناک است. ناگهان آنها از قبرها بیرون می آیند و می نگرند و گویند وای بر ما، این همان روز جزاست. آری، این همان روز داوری است که شما آن را تکذیب می کردید. به فرشتگان فرمان داده می شود گرد آورید کسانی را که ستم کردند و همپایگان و همراهانشان و آنچه را می پرستیدند به جای خدا، پس همه آنها را به راه دوزخ هدایت کنید و آنها را نگاه دارید که یقیناً باز خواست خواهند شد. شما را چه شده است که یک دیگر را یاری نمی دهید، بلکه آنها امروز همه تسلیم و فرمان بردار هستند. آنها سؤال کنان رو به یک دیگر کنند، به سردمداران گویند به راستی که شما برای گمراه کردن ما از راه خیر خواهی به نزد ما می آمدید. سردمداران در پاسخ گویند بلکه شما خودتان مؤمن نبودید، تقصیر ما چیست؟ و ما هیچ گونه تسلطی بر شما نداشتیم، بلکه شما خود گروهی سرکش بودید. پس فرمان پروردگارمان بر ما ثابت شد، البته ما چشنده عذاب خواهیم بود. پس شما را گمراه کردیم، بیگمان ما نیز خود گمراه بودیم. پس مسلماً در آن روز همه آنها در عذاب شریک خواهند بود. بیشک ما با مجرمان این گونه رفتار می کنیم. آنها در دنیا چنان بودند که چون به آنها گفته می شد معبودی به حق جز الله نیست، سرکشی و تکبر می کردند و می گفتند آیا ما معبودانمان را به خاطر سخن شاعری دیوانه رها کنیم؟ چون این نیست، بلکه پیامبر خدا حق را آورد و پیامبران پیشین را تصدیق کرد. مسلماً شما عذاب دردناک را خواهید چشید و جز به آنچه می کردید کیفر داده نمی شوید، مگر بندگان مخلص خدا که آنها رزق و روزی معین دارند، انواع میوه ها و آنان گرامی داشتگانند، در باغ‌های پر نعمت بر تخت‌ها رو به روی یکدیگر نشسته‌اند، گردا گردشان جامی از شراب روان می‌گردانند، شرابی سفید و لذت بخش برای نوشندگان است، نه در آن تبهکاری و فساد است و نه آنها از آن شراب مست شوند و نزدشان همسرانی سیاه چشم دیده فروهشته که تنها به شوهران خود نظر دارند خواهند بود. گویی آنها بیزه های شتر مرغ در پرده پوشیده اند. پس آنها سؤال کنان رو به یکدیگر کنند. یکی از آنها گوید به راستی من در دنیا همنشینی داشتم که پیوسته می گفت آیا واقعا تو از باور کنندگان هستی؟
آیا وقتی که مردیم و خاک و استخوان‌های پوسیده شدیم زنده می‌شویم و کیفرمان می‌دهند؟ او به دوستان بهشتیش گوید آیا شما می‌توانید به دوزخیان بنگرید و از او خبری بگیرید؟ پس چشم برگرداند و نگریست، ناگاه او را در میان دوزخ دید، گوید به خدا سوگند نزدیک بود که مرا به هلاکت افکنی، و اگر نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضار شدگان دوزخ بودم. سپس به دوستان بهشتی خود گوید آیا ما هرگز نمی میریم و در بهشت جاودان هستیم؟ جز همان مرگ نخستین خود دیگر مرگی به سراغ ما نخواهد آمد و ما هرگز عذاب نخواهیم شد. بیگمان این همان کامیابی بزرگ است. آری، عمل کنندگان باید برای چنین پاداشی عمل کنند. آیا برای پذیرایی این نعمتهای بهشتی بهتر است یا درخت زقوم؟ همانا ما آن را ابتلایی برای ستمکاران قرار دادیم. به راستی آن درختی است که از قعر جهنم می روید. شکوفه اش همانند سرهای شیاطین است، پس آنها از آن می خورند و شکمها را از آن پر می کنند. آنگاه بر روی آن آمیزه ای از آب گرم و سوزان دارند، سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است. بیگمان آنها نیاکان خود را گمراه یافتند، پس اینها در دنبال آنان شتابان می روند و به راستی پیش از آنها بیشتر پیشینیان گمراه شدند، و به تحقیق ما هشدار دهندگانی در میان آنها فرستادیم، پس بنگر عاقبت هشدار یافتگان چگونه بود؟ مگر بندگان مخلص خدا، و یقینا نوح ما را ندا داد، پس ما چه خوب اجابت کننده ای هستیم، و او و خاندانش را از اندوه بزرگ نجات دادیم و تنها فرزندانش را باقی گذاشتیم و برای او در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم. در میان جهانیان سلام بر نوح باد. بیگمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. یقینا او از بندگان مؤمن ما بود. آنگاه دیگران را غرق کردیم و همانا ابراهیم از پیروان او بود، چون با قلب سلیم خالی از شرک و شک و شهوت به پیشگاه پروردگارش آمد. چون به پدر و قومش گفت چه چیزی را می پرستید؟ آیا به جای خدا معبودهای دروغین می خواهید؟ پس شما نسبت به پروردگار جهانیان چه گمان می برید؟ پس ابراهیم یک نگاه به ستارگان نگریست، آنگاه گفت من بیمارم و با شما به جشن نمی آیم. پس آنها پشت کنان از او دور شدند و رفتند. آنگاه پنهانی نزد معبودانشان رفت و گفت آیا چیزی نمی خورید؟ شما را چه شده است که سخن نمی گویید؟ پس به سوی آنان روی آورد و ضربه ای محکم با دست راست بر آنها زد و به جز بت بزرگ همه بت‌ها را در هم شکست. پس آنها شتابان به سوی او روی آوردند. ابراهیم گفت آیا چیزی را می پرستید که خود تراشیده اید؟ در حالی که خداوند شما را و آنچه را که انجام می دهید و می سازید آفریده است. بت پرستان گفتند بنای بلندی برایش بسازید و او را در خرمن آتش بیفکنید. پس آنها در حق او نیرنگ و مکر ورزیدند و ما آنها را مغلوب و پس ساختیم، و آتش به فرمان خدا سرد شد. و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم می روم، او مرا هدایت خواهد کرد. پروردگارا به من فرزندی از صالحان عطا فرما. ما او را به تولد پسری بردبار بشارت دادیم، پس هنگامی که فرزندش با او به سن سعی و کوشش رسید گفت ای فرزندم، من در خواب دیدم که تو را قربانی می کنم، ببین تو چه نظر داری؟ گفت پدرم، به آنچه مأمور شده ای عمل کن
اگر خدا بخواهد مرا از صابران خواهی یافت. پس چون هر دو تسلیم شدند و ابراهیم او را به پیشانی بر زمین افکند و او را ندا دادیم ای ابراهیم، یقینا خواب خیش را تحقق بخشیدی، بدون شک ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. مسلماً این خواب آزمایشی آشکار بود و او را به ذبح بزرگی فدا دادیم و برای او در میان امتهای بعد نام نیک بر جای نهادیم. سلام بر ابراهیم، این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. بی گمان او از بندگان مؤمن ما بود و او را به تولد اسحاق پیامبری از شایستگان بشارت دادیم و ما بر او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن دو افرادی نیکوکار بودند و افرادی آشکار بر خود ستم کردند و به راستی ما بر موسی و هارون منت نهادیم و آن دو و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم و یاریشان کردیم، پس آنان پیروز شدند و به آن دو کتاب روشنگر دادیم و آن دو را به راه راست هدایت کردیم و برای آنان در میان امتهای بعد نام نیک باقی گذاشتیم. سلام بر موسی و هارون، بیگمان ما این گونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. یقیناً آن دو از بندگان مؤمن ما بودند و بیگمان الیاس از رسولان ما بود. چون به قومش گفت آیا پرهیزگاری نمی کنید؟ آیا بت بعل را می خوانید و بهترین آفرینندگان را رها می کنید؟ الله که پروردگار شما و پروردگار نیاکان نخستین شماست. پس آنها او را تکذیب کردند و یقیناً همه آنان به جهنم احضار خواهند شد، مگر بندگان مخلص خدا و برای او در میان امتهای بعد نام نیک باقی گذاشتیم. سلام بر آل یاسین، ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهیم. بیگمان او از بندگان مؤمن ما بود و یقیناً لوط از رسولان ما بود. هنگامی که او و خانواده اش را همگی نجات دادیم، مگر پیرزنی که از باقی ماندگان بود. سپس دیگران را هلاک کردیم و شما پیوست صبحگاهان بر ویرانه‌های شهرهای آنان می‌گذرید و همچنین شامگاهان، آیا نمی‌اندیشید؟ و یقیناً یونس از رسولان ما بود. هنگامی به کشتی پر از مسافر و بار گریخت، پس اهل کشتی قرعه زدند، پس قرعه به نام او افتاد و مغلوب شد. آنگاه ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که او سزاوار نکوهش بود. پس اگر او از تسبیح کنندگان نبود، یقیناً تا روزی که مردم برانگیخته می شوند در شکمش باقی می ماند. پس او را به سرزمین خشک و خالی از گیاه افکندیم در حالی که او بیمار بود و درخت کدویی بر فراز او رویاندیم تا زیر سایه آن آرام بگیرد و او را به سوی 100,000 نفر از قومش یا بیشتر فرستادیم. پس آنها ایمان آوردند، بنابراین تا مدتی آنان را از نعمتهای زندگی بهره‌مند ساختیم. پس ای پیامبر، از آنان بپرس آیا دختران از آن پروردگارت است و پسران از آن آنهاست؟ آیا ما فرشتگان را مؤنث آفریدیم و آنها حاضر بودند؟ آگاه باش، بیگمان آنها از روی تهمت و دروغگوییشان است که می گویند خداوند فرزندی زاده است و یقیناً آنها دروغگو هستند. آیا خدا دختران را بر پسران ترجیح داد؟ شما را چه شده است؟ چگونه حکم می کنید؟ آیا نمی اندیشید؟ یا شما بر ادعای خود دلیل روشنی دارید؟ پس اگر راست گویید کتابتان را بیاورید و آنها میان او و جنیان نسب و خیشاوندی قرار دادند، در حالی که جنیان به خوبی می دانند که آنان احضار خواهند شد.
خداوند منزه است از آنچه توصیف می کنند مگر بندگان مخلص خدا. پس شما مشرکان و آنچه می پرستید هرگز نمی توانید بر پرستش آن بت‌ها کسی را گمراه کنید مگر کسی که راهی آتش جهنم باشد. فرشتگان گفتند و هیچ کس از ما نیست مگر آنکه جایگاه و مقام معلومی دارد و همانا ما برای اطاعت فرمان خداوند به صف ایستاده ایم و بی گمان ما تسبیح گویان او هستیم. و کافران پیوسته می گفتند اگر نزد ما کتابی از کتابهای پیشینیان می بود مسلماً ما از بندگان مخلص خداوند می شدیم. پس هنگامی که پیامبر برای آنها قرآن آورد آنها به آن قرآن کافر شدند و به زودی خواهند دانست و به راستی وعده ما برای بندگان فرستاده ما از پیش صادر شده است که هر آینه آنها یاری شدگانند و بیگمان لشکر ما پیروزند. پس ای پیامبر تا مدتی از آنها روی بگردان و آنها را ببین، پس آنها نیز نتیجه کردار خود را به زودی خواهند دید. آیا آنها برای دیدن عذاب ما شتاب دارند؟ پس چون عذاب بر آستانی خانه هایشان فرود آید هشدار یافتگان چه صبحگاه بدی خواهند داشت. و تا مدتی از آنها روی بگردان و آنها را ببین، پس آنها نیز به زودی خواهند دید. پاک و منزه است پروردگار تو، پروردگار عزت از آنچه مشرکان توصیف می کنند. و سلام بر رسولان و سپاس و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. سوره صاد جزء 23. بسم الله الرحمن الرحیم. صاد، سوگند به قرآنی که دارای پند و اندرز است، بلکه کسانی که کافر شدند در سرکشی و اختلافند. چه بسیار نسل‌هایی را که پیش از آنها هلاک کردیم، پس هنگام نزول عذاب فریاد می‌زدند، اما آن زمان وقت نجات نبود و آنها به شگفت آمدند که پیامبر هشدار دهنده ای از میان خودشان به سویشان آمده است. و کافران گفتند این جادوگری بسیار دروغگوست، آیا همه معبودان را یک معبود قرار داده است؟ بیگمان این چیز عجیبی است. و بزرگان و اشرافشان به راه افتادند و گفتند بروید و بر پرستش خدایانتان پایدار باشید، بیگمان این دعوت چیزی است خواسته شده که شما را گمراه کنند. ما هرگز این چنین سخنی در آیین واپسین نشنیده ایم، این جز دروغ چیزی نیست. آیا از میان همه ما قرآن بر او نازل شده است؟ در حقیقت چنین نیست که آنها میگویند، بلکه آنها در وحی و قرآن من تردید دارند، بلکه هنوز عذاب را نچشیده اند. یا آنکه گنجینه های رحمت پروردگار پیروزمند بخشنده ات نزد آنهاست، یا فرمان روایی آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دوست از آن آنهاست. پس اگر چنین است با ریسمان و هر وسیله ای دیگر به آسمان بالا روند. اینها لشکر شکست خورده ای از احزاب هستند. پیش از آنها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب میخ‌ها و سپاه نیز پیامبران ما را تکذیب کردند و نیز ثمود و قوم لوط و اصحاب ایکه. اینها احزاب و گروه‌هایی بودند که پیامبران را تکذیب کردند. هر یک از اینها بودند که پیامبران را تکذیب کردند. پس عقوبت من تحقق یافت و اینها جز بانگی سهمناک را انتظار نمی کشند که هیچ مهلت بازگشتی ندارد. و آنها گفتند پروردگارا بهره ما را از عذاب پیش از فرارسیدن روز حساب به ما بده.
بر آنچه میگویند صبر کن و بنده ما داوود صاحب نیرو و قوت را یاد آور. بیگمان او بسیار رجوع کننده بود. همانا ما کوه‌ها را با او مسخر و رام کردیم که شامگاهان و صبحگاهان با او تسبیح می گفتند و پرندگان را نیز مسخر او کردیم که گرد می آمدند. همه اینها فرمانبردار و بازگشت کننده به سوی او بودند و فرمان روایی او را استوار کردیم و به او حکمت و سخنان فصیح عطا کردیم. و آیا خبر شاکیان هنگامی که از دیوار عبادتگاه داوود بالا رفتند به تو رسیده است؟ چون بر داوود وارد شدند پس او از آنها وحشت کرد. آنها گفتند نترس، دو نفر شاکی هستیم که یکی به دیگران ستم کرده است، پس بین ما به حق داوری کن و ستم نکن و ما را به راه راست راهنمایی کن. بیگمان این برادر من است، او 99 میش دارد و من 1 میش دارم. پس او میگوید آن 1 میش را به من واگذار و در سخن بر من غلبه کرده است. داوود گفت به راستی او با درخواست 1 میش تو که آن را به میشهایش بیفزاید بر تو ستم کرده است. و البته بسیاری از شریکان به یک دیگر ستم می کنند، مگر کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند و اینان نیز اندک استند. و داوود دانست که ما او را آزموده ایم، پس از پروردگارش آمرزش خواست و فروتنانه به سجده افتاد و به سوی خدا رجوع کرد. پس ما او را بخشیدیم و بیگمان برای او نزد ما قرب و مقامی والا و بازگشت نیکوست. ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، پس به حق در میان مردم داوری کن و از هوای نفس پیروی نکن که تو را از راه خدا گمراه می کند. بیگمان کسانی که از راه خدا گمراه می شوند به خاطر آنکه روز حساب را فراموش کردند عذاب شدیدی در پیش دارند. ما آسمان و زمین و آنچه میان آنهاست بیهوده نیافریده ایم. این گمان کسانی است که کافر شدند، پس وای بر کسانی که کافر شدند از آتش دوزخ. آیا کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند مانند مفسدان در زمین قرار می دهیم؟ آیا پرهیزگاران را مانند بدکاران قرار می دهیم؟ کتابی است پربرکت که آن را بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنند و خردمندان پند گیرند. و ما سلیمان را به داوود عطا کردیم، چه بنده خوبی، بیگمان او بسیار رجوع کننده بود. به یاد بیاور چون عصرگاهان اسبان چابک تیز رو بر او عرضه شد. پس گفت من این اسبان را به خاطر فرمان پروردگارم دوست دارم و پیوسته به آنها نگاه می کرد تا از دیدگانش پنهان شدند. گفت آن اسبان را نزد من بازگردانید. سپس به ساقها و گردنهای آنها دست کشید و نوازش کرد. و به راستی ما سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی افکندیم. سپس او رو به درگاه خداوند آورد و توبه کرد. گفت پروردگارا مرا ببخش و به من فرمان روایی عطا فرما که پس از من کسی را سزاوار نباشد. بیگمان تو بخشاینده ای. پس ما باد را برای او مسخر کردیم تا به فرمانش به نرمی حرکت کند، هر کجا می خواست برود. و نیز دیوان را هر بنا و غواصی از آنها برای او مسخر کردیم و گروه دیگری از دیوان را که همه در قل و زنجیر بودند برایش مسخر کردیم. این عطای ماست، پس به هر کس می خواهی ببخش
و یا نگه دار، حسابی بر تو نیست و بیگمان برای او نزد ما قرب و مقامی والا و بازگشت نیکوست. و به یاد بیاور بنده ما ایوب را، هنگامی که پروردگارش را ندا داد که همانا شیطان به من رنج و عذاب رسانده است. به او فرمان دادیم پای خود را بر زمین بکوب، چشمه ای می جوشد، این چشمه آبی خنک برای شستشو و آشامیدنی است. و خانواده اش و همانند آنان همراهشان را به او بخشیدیم که رحمتی از سوی ما و اندرزی برای خردمندان باشد. و به او فرمان دادیم دسته ای از شاخه های باریک را برگیر، پس با آن همسرت را بزن و سوگند خود را مشکن. بیگمان ما او را شکیبا یافتیم، چه بنده خوبی که بسیار رجوع کننده بود. به ای پیامبر، به یاد آور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را، صاحبان دست های توانمند و چشم های بینا. ما آنها را با خصلت ویژه ای که آن یاد سرای آخرت بود خالص گرداندیم و یقیناً آنها نزد ما از برگزیدگان نیکان بودند. و به یاد آور اسماعیل و یسع و ذوالکفل را که همگی از نیکان بودند. این قرآن پندیست و بیگمان برای پرهیزگاران منزلگاهی نیکوست، باغ‌های جاویدان بهشتی که درهایش برای آنان باز است، در آنجا تکیه زده اند و در آن میوه فراوان و نوشیدنی را می طلبند و نزد آنان همسرانی فروهشت چشم و همسال است. این است چیزهایی که برای روز حساب به شما وعده داده می شود. بیگمان این روزی ماست که آن را هیچ پایانی نیست. این پاداش پرهیزگاران است و بیگمان برای سرکشان بدترین بازگشت هاست. جهنم که در آن وارد می شوند، پس چه بد آرامگاهی است. این عذاب آب جوشان و چرک و خونابه است که باید آن را بچشند و کیفرهای دیگر همانند آن به انواع گوناگون دارند. به سرداران آنها گفته می شود این گروهی است که با شما به جهنم وارد می شوند. آنها می گویند خوش آمد و گشایش بر آنها مباد، بیگمان آنها داخل شدگان به آتش هستند. پیروان گویند بلکه شما را خوش آمد مباد که این عذاب را پیشا پیش شما برای ما فراهم کرده اید، پس چه بد قرارگاهی است. سپس گویند پروردگارا، هر کس که این عذاب را پیشا پیش برای ما فراهم کرده است، پس عذابی دوچندان در آتش بر او بیفزا. و گویند ما را چه شده است؟ مردمانی را که ما آنها را اشرار بیشمردیم در جهنم نمی بینیم. آیا آنها را به مسخره گرفتیم یا اینکه از نظرها دور مانده اند؟ بیگمان این مخاصمه و گفتگوی دوزخیان حق و واقعیت است. ای پیامبر بگو من تنها یک هشدار دهنده ام، به هیچ معبودی به حق جز خداوند یکتای قهار نیست. پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن دو است، آن پیروزمند آمرزنده. ای پیامبر بگو این خبری بزرگ است که شما از آن روی گردانید. من از ساکنان عالم بالا چون درباره آفرینش آدم با یکدیگر جدال می کردند خبری ندارم. به من وحی نمی شود مگر اینکه من هشدار دهنده ای آشکار هستم. و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت بی تردید من بشری را از گل می آفرینم، پس هنگامی که درستش کردم و از روح خود در آن دمیدم برای او سجده کنان بیفتید. پس فرشتگان همگی یک بار چه سجده کردند، جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود.
خداوند فرمود: ای ابلیس، چه چیز مانع تو شد؟ از آنکه برای آنچه من با دو دست خود آفریده ام سجده کنی؟ آیا تکبر ورزیدی یا از بلند پایگان هستی؟ گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای. فرمود: پس از اینجا بیرون شو که تو رانده شدی و همانا لعنت من تا روز قیامت بر تو خواهد بود. ابلیس گفت: پروردگارا، پس مرا تا روزی که دوباره برانگیخته می شوند مهلت ده. خداوند فرمود: همانا تو از مهلت یافتگانی تا آن روز و زمان معین. ابلیس گفت: پس به عزتت سوگند که همه آنها را گمراه خواهم کرد مگر بندگان مخلص تو را از میان آنها. خداوند فرمود: پس این سخن حق است و حق را میگویم، یقینا جهنم را از تو و از آنان که از تو پیروی کنند پر خواهم کرد. ای پیامبر بگو: من بر رساندن این دین هیچ مزدی از شما درخواست نمی کنم و من از متکلفان نیستم. این قرآن جز پند برای جهانیان نیست و قطعا خبر صدق آن را بعد از مدتی خواهید دانست. سوره زمر جزء 23. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. نازل شدن این کتاب از سوی خداوند پیروزمند حکیم است. بیگمان ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، پس خدا را پرستش کن و دین را برای او خالص گردان. آگاه باشید که دین خالص از آن خداست و کسانی که به جای او معبودان گرفتند که بیگمان خداوند روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می کند. خداوند آن کسی که دروغگوی ناسپاس است هدایت نمی کند. اگر خداوند می خواست فرزندی بگیرد، مسلماً از میان آنچه می آفریند چیزی را که می خواست برمی گزید. او پاک و منزه است. او خداوندی یکتای قهار است. آسمانها و زمین را به حق آفرید. شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب می پیچد. و خورشید و ماه را مسخر و رام گردانید. هر کدام تا زمانی معین در حرکتند. آگاه باشید که او پیروزمند آمرزنده است. او شما را از یک تن آفرید، سپس همسرش را از آن پدید آورد و از چهار پایان برای شما 8 جفت فرو فرستاد و شما را در شکمهای مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در تاریکیهای سگانه می آفریند. این خداوند پروردگار شماست که فرمان روایی از آن اوست و جز او معبودی به حق نیست، پس چگونه از حق منصرف و روی گردان می شوید؟ اگر ناسپاسی کنید، پس بدانید که خداوند از شما بی نیاز است و هرگز ناسپاسی را برای بندگانش نمی پسندد. و اگر شکر او را به جای آورید، آن را برای شما می پسندد و هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد. پس بازگشتتان به سوی پروردگارتان است، آنگاه شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. یقیناً او به راز دلها آگاه است. به هنگامی که به انسان رنج و زیانی برسد، پروردگارش را می خواند و به سوی او باز می گردد. پس هنگامی که نعمتی از سوی خود به او بخشید، آنچه را که از پیش برای آن دعا می کرد فراموش می کند و برای خداوند همتایانی قرار می دهد تا مردم را از راه او گمراه کند. بگو:
اندکی از کفرت در دنیا بهره مند شو، بیشک تو از دوزخیان خواهی بود. آیا این مشرک بهتر است یا کسی که در ساعات شب در حال سجده و قیام به عبادت مشغول است و از عذاب آخرت بیمناک است و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ بگو، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسان هستند؟ تنها خردمندان پند می پذیرند. ای پیامبر بگو، ای بندگان من که ایمان آورده اید، از پروردگارتان بترسید. برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکوست، و اگر در شکنجه و آزار مشرکان بودید هجرت کنید، که زمین خدا وسیع است. جز این نیست که صابران پاداش خود را بیشمار و تمام دریافت می دارند. بگو من مأمور شده ام که خدا را پرستش کنم و دینم را برای او خالص گردانم و مأمور شده ام که نخستین مسلمانان باشم. بگو همانا من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ می ترسم. ای پیامبر بگو، من خدا را می پرستم در حالی که دینم را برای او خالص می گردانم. پس شما هرچه را که می خواهید به جای او پرستش کنید. بگو، بیگمان زیانکاران واقعی کسانی اند که خود و خاندانشان را در روز قیامت از دست داده اند. آگاه باشید، این همان زیان آشکار است. برای آنها از بالای سرشان سایبانهایی از آتش و در زیر پایشان نیز سایبانهایی است. این چیزی است که خداوند با آن بندگانش را می ترساند. ای بندگان من، از من بترسید. و کسانی که از طاغوت اجتناب کردند از آنکه آن را عبادت کنند و رو به سوی خدا آوردند، برای آنان بشارت است. پس بندگان مرا بشارت ده. همان کسانی که سخنها را می شنوند پس از نیکوترین آن پیروی می کنند، آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است و آنها خردمندانند. آیا تو می توانی کسی که فرمان عذاب بر او تحقق یافته است را نجات دهی؟ آیا تو می توانی کسی که در آتش است نجات دهی؟ لکن برای کسانی که از پروردگارشان ترسیدند، غرفه هایی در بهشت است که بر فراز آنها غرفه های دیگر بنا شده است و از زیر آنها نهرها جاری است. این وعده خداوند است و خداوند وعده خود را خلاف نمی کند. آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی را نازل کرد پس آن را به صورت چشمه هایی در زمین به جریان درآورد؟ سپس با آن کشت و زرعی که رنگ های گوناگون دارد بیرون می آورد، آنگاه خشک می شود و آن را زرد می بینی، سپس آن را در هم می شکند. بیگمان در این امر پندی برای خردمندان است. آیا کسی که خدا سینه اش را برای پذیرش اسلام گشوده است پس او از سوی پروردگارش بر نور و روشنی است، همچون سخت دلان است؟ پس وای بر آنان که دلهایشان در برابر ذکر خدا سخت است. آنان در گمراهی آشکار هستند. خداوند بهترین سخن را نازل کرده است، کتابی که آیاتش متشابه و مکرر است، که از شنیدن آن پوست های کسانی که از پروردگارشان می ترسند به لرزه می افتد. آنگاه پوست هایشان و دل هایشان با یاد خدا نرم می شود و آرام می گیرد. این هدایت خداست که هر کس را بخواهد با آن هدایت می کند، و هر کس را که گمراه سازد پس برای او هیچ هدایت کننده ای نخواهد بود. آیا کسی که با چهرهش سختی عذاب روز قیامت را از خود دور می سازد همانند بهشتیان هستند؟
و به ستمکاران گفته می شود بچشید کیفر آنچه را که به دست می آورید. کسانی که پیش از آنها بودند نیز آیات ما را تکذیب کردند، پس عذاب الهی از جایی که نمی دانستند به سراغشان آمد. پس خداوند طعم خاری را در زندگی دنیا به آنها چشاند و مسلماً عذاب آخرت بزرگتر و سخت‌تر است اگر می‌دانستند. و به راستی ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زده ایم، شاید که آنان پند گیرند. قرآنی عربی بی هیچ انحراف، شاید آنان تقوا پیشه کنند. خداوند مردی مملوک را مثل زده که در بردگی او شریکانی است که پیوسته با هم اختلاف دارند، و مردی مملوک که تنها تسلیم یک شخص است. آیا این دو در وصف یکسانند؟ حمد و ستایش مخصوص خداوند است، بلکه بیشتر آنها نمی دانند. ای پیامبر، قطعاً تو خواهی مرد و آنها نیز خواهند مرد، سپس بی گمان شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه و جدال می کنید.